کریستوفرم جمعه ها پیداش میشه، چون ما میخوایم مثلا امکان داره لایو بریم. ما رو آنتنیم از اون لحاظ؟ نه از اون لحاظ رو آنتن نیستیم هنوز. یا هستین؟ ای وای عزیز، یعنی همین الان کلاوات منو میبینن؟ بله میبینن، کاش نمیدیدن. یعنی منظرم میاد شما بیشتر توجه به خودتون میکردن. ساعت نشون بده، ساعت نشون بده. ساعت میدونن همه چنده؟ نه نه نه، ساعت نشون بده. ساعت 8:32 دقیقه. حسین ساعت گرونه رو نشون بده. نگین الان خطرناک ساعتی گرون دست کردن. آره میگیرن تو خیابون. 8:32 دقیقه. فکر نکنید اپل واچه، هرمس اپل واچ. حالا درست شد. خیلی تفاوت. هرمسش مهمه، بگیرم بقیه اهمیت نداره اصلا. دوستان عزیز ساعت 8:33 دقیقه به KRN 670 AM گوش میکنید و یوتیوب خانم هنه. آره حرفای خوب بزنید چون این میره توی اینترنت. من الان فهمیدم آقای مجید چرا گفتن من میخوام استاده برنامه رو اجرا کنم توی این قسمت، به خاطر که کمربندشون هم نشون بدن. آره 100%. نه این چون دوربین الان درست روبروی صورت منه. نه اینجا که هستید سرتون نشون نمیده، چون سرت یه مسئله خراب میکنه، تمام فیگورها رو خراب میکنه. الان من کجا چقدر معلومم؟ فقط پیشونید. اصلا چه استرادیه که تصویر ما رو ببینن دوستان؟ نمیدونم، راحت دارن صبحانهشون رو میخورن، چهرهای ما رو. این برای آینده است که وقتی ورق میزنید اینترنت رو بگید آه اینا اینجا نشستن، مثلا هفته دیگه شما رو میبینن. آها هفته آینده که نیستید. آقای کمال درشون تنگ میشه. اینم کریستوفره که راجبش خیلی صحبت میکنه. اینم کریستوفر، yes there you go. خب یه خبری من آقای کمالی داشت نگاه میکرد، منم صبح خوندم در ایلی تایم که هنوز این خیلی خوبه برای شما بدونید، الان نگاه میکنید ما رو، سیدن لون، سیدن لون ها که از ماه آگست دوری شروع میشه قسطش پرداخت بکنید. شما داشتی نگاه میکردین چند دسته پیش، در الی تایمز هم هست، همه منتظر میرن آقای بایدن چه تصمیم میگیره پرزیدنتمون. آیا موافقی که عجیب مردم دراره بده اینا یا نه؟ ببینید کار خیلی بزرگی نمی کنن، احتمالاً 10,000 دلار به بعضی از دانشجویان که واجد شرایط باشن از نظر مالی، بعضی خیلی جالبی نداشته باشن، کمک میکنن. احتمالاً یه همچین چیزیه. بله درسته. شما چی فکر میکنید؟ من اولت ببینید این، من میفهمم دانشجویانی که وارغ تحصیل میشن، دکتر و مهندس، مخصوصا دکترا که 200 300 400 500 600 700 دلار بده کار میشن تا آخر عمرشون باید پرداخت کنن. خب این مشکله، باید یک سیستم به وجود بیاد که بچه‌ها بتونن راحت رایگان مدرسه برن. این مهمه که این کار انجام بشه. مثلا نگاه کردیم چند روز پیش واقعا که صحبت کردیم، NYU نیویورک یونیورسیتی، نیویورک یونیورسیتی تصمیم گرفت دو سال پیش با بودجه‌ای که اومد براش، که آقا هر کی اومد اینجا دانشکده پزشکی ما تیویشن فری، شهریه پرداخت نخواهد کرد. گفتن چرا؟ گفت بابا اینا میخوان برن بیرون به مردم کمک کنن، ما هم یک سیستم دکترامون پرایمری کر میشن. پرایمری کر هم درآمد آنچنان نداره که فکر کنیم مثلا چقدر خیلی بهشون فشار میاد. بله فشار میاد. امیدوارم یه روزی دانشگاه رایگان بشه. بله امیدوارم بشه. شما به من بگید دقیقاً کی حرکت میکنید، کجاها میرید، کی برمیاد؟ خانم علایی کی؟ من یعنی یه ساعت دیگه حرکت میکنم میرم پشت میز خوشم اومد، خبرهای هالیوود رو مینویسم. خب مثل من باشید، خب بگید کجا رفتین دیگه، بگید مثل من برگشتین. بعدش دیگه میرم استراحت خونه. استراحت؟ نه 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 نه، کی از لس آنجلس میرید بیرون؟ نمیرن لس آنجلس بیرون، نمیرن اینجا میمونن، استیکیشن دارن. نباید بگید نه. این چرا اینقدر مرموز همه مردم؟ مگه شما به من گفتید همینو بگو؟ آقای مجید هنوزم نگفتن، به آرمینه هم نگفتن. این فیلمش چرا؟ آرمینه میدونه فیلمش؟ نه آرمینه هم نمیدونه. از کجا میگین شما؟ من الان آرمینه گفت بهم که نگفت. این یعنی چه؟ شما های من میرم مرخصی بگم؟ ای مگه شما رفتید نگفتید به هیچ کس نگید؟ من همسر گرامیشون گفتن نگید. آره مینو گفت نگه. بله من که گفت من رانندگی کردم رفتم سنوزو برگشتم. من که دوست دارم بگم کجا رفتم و تعریف کنم اینا، بعد ما واقعا نمیشه گفت دیگه. بعد واقعا نمیشه گفت، وقت بدتر ما کنجکاو شدیم. مثلا ماه دیگه امکان داره، از الان دارم میگم امکان داره برم کانادا ماه دیگه، نه برای بازی تیم ملی یا برای یه برنامه دیگه. اوکی بعد از بازی برام میخواد لیوانشو بند بزنه.
اون لیوان شکست شوش بنزن. چه شغلی بود واقعا، یعنی شما لیوانتون یه چیز بروریتون یه ظرف میوه‌تون شکست. یه بخیه منگنه میزنه. ببینید قوری همینطور پشتش بود، اول جراحی شده بود. چقدر با ارزش بود هر وسیله قدیم. هم غذا خیلی با ارزش بود. یه موقع بچه ها میگن که چقدر مثلا تو ایرانی ها چرا تعارفه، میگن بابا یه روزی این خوراکی تو خونه همه کس سخت گیر میومد یا نبود. وقتی به کسی تعارف میکردن داشتن یه چیز با ارزشی رو تعارف میکردن. امشب پلو داریم، خیلی مهم بود که زیر دست و پای همه مگه امشب ما شام پلو داریم، مهم بود. بله یا هفته ما بالا شهری بودیم، ما بالا شهری بودیم. آبگوشی کمی مقامش پایین بود. آبگوش خیلی اصلا خجالت نمیگفتید، الان آره. اصلا آبگوش یه چیز لاکچری شده. آبگوش موقعی کمی خجالت داشت. آره. تفرک آبگوش خوردن دیشب. دوستی تعریف میکرد که مثلا قدیما غذاشون خورما و برنج و نون و سبزی و این چیزا بوده. حالا مثلا هفته یه دفعه میخواستن یه خورش بپزن، بعضیا که داشتن گوشت میریختن توش، اونایی هم که نداشتن میرفتن یه چیزی بوده به اسم کیسه چربی، مثلا یه دنبه را توی کیسه توری فکر کنید بوده، اینو میغلطوندن توی غذا که طعم خوب بگیر. تازه میرفتن کیسه چربی قدیم دیگه، کیسه چربی همسایه را قرض میگرفتن دو تا تکون میدادن تو غذا. شما خیلی جوون هستی، اینو ما نشنیده بودیم، ما نشنیده بودیم، ما نشنیده بودیم. خودم داخل انتظار نمی کنیم اصلا. حالا من یه سوال question of the day تر می کنم که خیلی کوتاه، که آقای کمالیش 100% اینو میتونن جواب بدن. خانم علی شما جواب نمیدین اینو. بدین. من شوخی میکنم. اینجا در صفحه question of the day که همیشه ما میخونیم نوشته آیا میتوانید شما به همسرتون چه زن یا مرد خیانت بکنید و هنوز عاشق همسرتون باشید؟ Of course. یعنی چی؟ میده؟ یعنی میگم عشق بالاتر از این حرف هست. نه. یعنی اینجور چیزا مانع عشق نیست. احسن، من چه جواب دادم. از نظر احساسی میتونن وجود داره کسانی. ببین فتلیشا کسی شما عاشق همسرتون که نمیدین خیانت بکنین که. نه نباید، نه اون یه باید و نبایده، ولی یه چیزی فتلیشا که 300 تا زن داشت عاشق ملکه بود. ولی 300 تا زن هم داشت. آره، برای اون زمان بود. الان اینجا نوشته الان خیانت یعنی دیگه اون ریلیشنشیپ تمامه، معذرت میخوام. آره میگه شما خیانت میکنید، ولی آیا هنوز خیانت هم میکنید؟ عاشق زنتون هم میتونه باشین یا زن یا همسرتون، فرق نمیکنه شوهر یا زن. حتما کسانی که خیانت میکنن اینه، اونی که دستش رسیده، اونی که تو عکساشو میبینه میگه اوه چه عکس خوشگلیه، ولی دستش نمیرسه، ولی هنوز عاشق همسرشه، آیا این خیانته؟ آره گفته نه خیانت بهشون نکرده. اگه کسی که خیانت نکرده، خیانت به خودش کرده. کسی که خیانت نکرده، آره خیانت به خودش کرده. این فکر رو پاک کنین، اینو تو تصویر نذارید. بدآموزیه. این لطیفه از خدا. کی هم چی کار میخواد انجام بده؟ من که 34 سال مزدوج بودم، نتیج نداریم. ای وای نمیدونم اصلا این حرف چی ما داریم میریم آخش برمیگردیم، ولی برمیگردیم کمتر کسی رو منحرف کنید. بله.